درباره شخصیت پایدار و جاودانه فرهنگ سالار پروفسور داکتر احمد جاوید هرچی بگوییم کم است بنده شخصیت والا هر داکتر احمد جاوید را در سه بخش می توانم خلاصه کنم وقتی که بنده محصل دانشگاه کابل بود داکتر احمد جاوید به حیث رئیس انتخابی دانشگاه کابل در سال 1351 هجری شمسی انتخاب شد قبل از او محصلان دو آتشه چپ راست دانشگاه کابل روزها و ماهای خدا به زندباد و مردباد می گذشتاندن. مگم موقعی که داکتر احمد جاوید رئیس دانشگاه کابل انتخاب شد، همه مظاهرتی ها را به دفتر خود خواست برایشان اتاق داد و زندباد و مردباد به کلی از دانشگاه کابل دامن برچید دانشگاه کابل در او وقت در وقت ریاست دکتر احمد جاوید به حیث مر مرکز علمی و فرهنگی و پژوهشی تبدیل شد بلکه دانشگاه کابل به حیث یک مرکز تفریح و مرکز رفت و آمد همه مردم کابل تبدیل شده بود خانواده ها شب ها در دانشگاه کابل که همه گل و گلزار شده بود به تفریح و سرگرمی می آمدن و سمیمیت و بازی های مختلف ورزشی و نمایش های و هنری و کارهای علمی و فرهنگی دانشگاه کابل در وقت ریاست پروفسور دکتر احمد جاوید به حیث به حد بلند گرفت که دانشگاه کابل به حیث یک مرکز بسیار پرتپش و پرتلاش در شهر کابل تبدیل شده بود دکتر احمد جاوید که بالای بنده حق استادی در دانشگاه کابل داره اه ما اه نه تنها محصل دانشگاهی کابل بودم بلکه در او وقت یعنی در دهه دموکراسی خبرنگار روزنامه کاروان هم بودم که دکتر احمد جاوید با برگزاری کنفرانس های مدبوعاتی تمام روزنامنگار را در شهر کابل به دعوت می و تمام جزیات خدمات و ابتکارات و کارهای خود را به دسترس مطبوعات آزاد می که تا اونا نشر و پخش کنند. دکتر احمد جاوید دوره بسیار شگوفانه ریاست خدا در دانشگاه کابل سپری کرد بعد از او که کودتای 26 سرطان 52 شد و تمام آزادی های اکادومیک و آزادی های مدنی مردم افغانستان خط بطلان کشید و دکتر احمد جاوید که یک شخصیت درخشان در دانشگاه کابل و در تمام افغانستان بود از این فعالیتهایش باز ماند پروفسور دکتر احمد جاوید در سال 1367 عرس مولانا را در خانه خود در شهر کابل برپا کرد عرس مولانا در او وقت که همه حرف و سخن از حضرت مولانای روم از روحانیت و از افتخارات بزرگ فرهنگی افغانستان بیان می شد یک کار بسیار فوقلاده و جرأت خطیری بود که پروفسور دکتر احمد جاوید در اون جده زد به هر ترتیب ارس مولانا که با نغمه سرایی ها با اشعار خانش اشعار زیبا و به مجرایی های بسیار بزرگ هنرمندان و فرهنگیان برپا شده بود بسیار مجلس عالی و زیبایی بود که دکتر احمد جاوید در خانه شخصی خود در کابل او را برپا داشته بود روابط حسنه و نزدیک پروفسور دکتر احمد جاوید اما که در این عکس شما میبینین با استادان دانشگاه کابل بسیار صمیمی و ماندگار و همه جانبه بود هیچ استاد دانشگاه کابل و محصل دانشگاه کابل نبود که دکتر احمد جاوید با سرحد بسیار بالایش دوست نداشته باشه و کار بسیار ابتکاری و بزرگ دیگه دکتر احمد جاوید ای بود که در کابل در گذرگاه تاریخ در سال 1361 نه ببخشید در سال 1367 در هتل انترکانتیننتل کابل برگزار کرده بود دکتر احمد جاوید در خدمت بسیار گرامی و خدمت بسیار در خور, در خور ستایش و تمجید برا انداخته بود ولی وقتی که مهاجرت ها شروع شد دکتر احمد جاوید بر لندن مهاجر شد و ارتباط از او با بنده به حیث ناشر ماهنامه کاروان در ایالات متحده که دکتر جاوید حق استادی به بنده داشت به صورت منظم و دوامدار ادامه داشت دکتر احمد جاوید متاسفانه که به مرض سرطان دچار آمد و جامعه فرهنگی افغانستان به سوگ فوت خود نشاند بنده شکرالله و کوگدای ناشر ماهنامه کاروان و رئیس بنیاد جورنالیست های آریان افغانستان بسیار خط از وفات دکتر احمد جاوید غمگین شدم و این غم ما غم فرهنگ ما بود که دکتر احمد جاوید یک پایه استوار و خلل ناپذیر و جاودانه فرهنگ افغانستان بود و می خاطر وقتی که دکتر احمد جاوید زنده بود بنده آگاه شد از مریضی دکتر جاوید ما سال 1381 در وقتی که دکتر احمد جاوید زنده بود به نام سال جاوید در ماهنامه کاروان نامیدم و از دکتر احمد جاوید به شایستگی یادآوری کردم دکتر احمد جاوید مطالب و مقالات و تحقیقی و پژوهشی فراوان نوشته از جمله روز خوشاینه برای کاروان بار اول نوشت که در کاروان چند بار چاپ کردیم و بعد از او مراجع مختلفه او را به عیث کتاب در آوردن چاپ کردن به هر ترتیب روح دکتر احمد جاوید جاویدانه باد و خداوند جنت بر نصیبش بگردانه که چون این شخصیت بزرگ علمی و فرهنگی و دانشگاهی یک غنیمت بسیار بزرگ بود بر ما